سلام به تحول امشب با من لطیف محمود خوش آمدین دو روی کرد باعث اختلافات جدی در سطح رهبری و مدیریت کلان حکومت شده است ریاست جمهوری در پیوان به احتمال برکناری عطا محمد نور از مقام ولایت بلخ تغییر مقام ها و کارمندان دولتی را موضوع عادی و معمولی خوانده است اما حزب جمعیت اسلامی در این باره هشدار داده است روی کرد اول مخالفین سیاسی حکومت حکومت را به روی های فاشیستی روی کرد تبارگرانه و تمامیت خواهانه متهم میکنه از طرف حکومت مخالفین سیاسی را به عناصر واپسگرا و چالش های مینامد که در واقع میگن اینا عمدتا روی منافع خود فکر میکنن و در قرن 21 فرصت نه بلکه چالش های فرارهای توسعه حکومت افغانستان است در تحول شب عمدتا سوالات ما روی چگونگی اختلافات اخیر در سطح رهبری حکومت افغانستان متمرکز است امروزی ما کنید مهمانان این برنامه عبدالعفیز منصور عضو مجلس نمایندگان خالد پشتون عضو مجلس نمایندگان بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه آقای منصور بحث را با شما آغاز می کنیم. اخیرا بحث برکناری و استعفای آقای نور از طرف حکومت مطرح شد این مسئله در رسانه های اجتماعی هم دست به دست میشه که گویا فشارهای فزاینده باعث برکناری شده گاهی هم میگن استعفا داده و شما هم اخیرا گفتین که رئیس جمهور و رئیس اجرایی هم نمیتونه که آقای نور را برکنار بکنه کدام یک درست است آیا واقعا رئیس جمهور و رئیس اجرایی نمیتونه آقای نور را برطرف بکنه آقای نور از طرف حکومت برطرف است و آقای نور استعفا خواهد داد بسم الله الرحمن الرحیم <تصفح> وقتی ما به بنیاد مسئله با دقت نگاه بکنیم بله این سوال پاس خود پیدا میکنه بفهمید حکومت کنونی نه به اثر انتخابات بلکه در اثر یک تفاهم که نامش تفاهم نامه کابل است شکل گرفته و یک طرفی از او تیم اصلاحات و همگروهی است که در او آقای حتا نور نقش کلیدی داشته و یک جانب تلقی می شده و بر اساس سهمیه ها اصلا کرسی ها هم وزارتخانه ها هم به ولایات بین دو تیم تقسیم شده بنابراین به حساس یمی قضیه میگیم که کسی صلاحیت برکنوری یکی دیگر بدون موجب قانونی بدون دلیل موجه ندارد. حالا اما بحث استفا در حیطه صلاحیت هر شخص است از رئیس جمهور گرفته تا یک مامور عادی حکومت هر وقتی که لازم ببینه میتونه استعفا بکنه و این حق برای حتی محمد نور والی بلخ محفوظ است از حق خود استفاده میکنه اگر بخواه بنابراین پس اگر نخواه هیچ مقام نمیتونه آقای نور برطرف کنه بله ما ارزو ما همیست که بر حساس هر چیز باید یک قانون و یک منطقی را داشته باشه همه نظر تقسیم صلاحیت ها و کرسی ها و همه نظر هزین که تغییر و تبدیل یکی از دلایل ای که میگن تغییر و تبدیل در یک حکومت امر عادی است امر عادی نیست حتی مامور پایین رتبه هم وقتی میخواهند تبدیل بکنن دلیلی برای زو میگن بله سوالی است که والی بلخ در اداره بلخ ناکام بوده سوالی است که آیا در تامین امنیت شهر موفق نبوده آیا در حمر مبارزه با تروریسم فعال نبوده اما 15 سال آقای نور هم در بلخ به عنوان والی بوده میتونه در پکتیکا هم به عنوان یک والی باشه میتونه در قندار هم به عنوان یک والی باشه و تغییر و تبدیل در اداره میتونه در پویایی اداره و در تقویت های دموکراسی کمک بکنه خب اولا خو یک جمله زیباست اما امی امروز بلخ بینون یک گلگو هم ام در امنیت هم ام در سازندگی هم در نظر مطرح هست و دولت ما نباید چنین خیالاتی را در سر ببره این الگور هم بدتر بسازه و ویرانتر بکنه آن اگر قصد اثر باشه که پداش 15 سال زحمتش داده شو بیا به یو مقام وزارت ارتقا پیدا کنه چه به تر به سخه خل تاسو څنګه چقدر موافق هستین با صحبتای آقای منصور شغله پښتون دوی وایڅه حکومت دو د یو تفاهم نامې پربنسټ مې سره غلای دوی د خپل سهم لري او هیڅوک نشي کولای چې شغله تاسو محمد نور برتراف کی زه د خپل معزز دوست منصور صاحب سره څو کاله مسلسل په خنکی سره او طبيعتا مو د شت دوستان سره خبرو په اختلافات کې یا په نظریاتو په اختلاف کې هميشه د دوستان ترمنځ بین مختلف نظرات راځي متاسفانه زه تر ډیره زیات منصور صاحب سره موافق نه یم زه ک یو خو د حکومت په عادي حالت کې دا پټفاهم کې ندیر غلي دا حکومت په یو خاص حالاتو کې د یو خاصو سیاسي غوښتنو په نتیجه کې چې ځینې سخت زیات مداخلات د انتخاباتو په بهیر کې جریان درلودي حتی دا سی حالت جریان درلودي چې یو مشر چې اشرف غنی دی ډاکټر صاحب اشرف غنی نه بل مشر چې ډاکټر صاحب عبد الله دی دراتلو امکانات و د حکومت تفاهم نه پربند شغال ییني حقوقی مشروعیت نه لري راځم په داسې حالت کې چې داسې حکومت د تفاهم پاسات راځي د لوز د دې تفاهم نوم بلکې لوزوم دې دوه دی د لوزوم دې پاسات د حکومت راغي چې نه یو طرف راځي او پدې نه بل طرف راځي نه ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې تفاهم راځاتلوی نه نه ډاکټر صاحب عبدالاد راځلوی لیکن کله دغه لوزوم دې غاړه نه وای کژ کړي بیا نو دوړنې څرطلای یعنی پاکه کڅیډایو لزم د دوش د توکې په اساس دوی ته جوړسوله او د دې داسي یو حرکت راوستل دوهم رالو د منصور صاحب دوه خبرې ته چې شاغلي استاده تا د استاد حکومت پراتلو کشي اساسي رول درلودي یا مثلا د یو طرف په کامیابی دوه کې رول درلودي تاسو کدي انتخاباته نتایج تو وګوري د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبد الله په امدرا یو کشې د بلخ د ولایت لزر رای فرق دي یعنی لزر رای ډاکټر صاحب عبد الله پر اشرف غنی زیاتی داغه لزر رای ندي شي ډاکټر صاحب عبد الله په رای باندې کامیاب شوی دی بلکې ډاکټر صاحب عبد الله د نور رای په تجمو او په یو ځایوالي د څلوډیو ولایتو و دا مقام تر رسیدل دي بلخې جز دي البته لیکن یوازد بلخ په ورائی باندې د وی ودی مقام ته نه درسته زکه تاسو ولارسی تې انتخاباته ونه تایج ته د دوی تر مابین اتزره لزرای فرق دی نو په اتزره بلکې البته نو په امجی اساس موږ دا ویلایسو چې موږ د استاد ا ام ان ا ت احمد نور حالي دل ستایو د د کومک د انتخاباتو په بهیرکشي چې د ډاکټر صاحب عبد الله او د هغه د ټیم سره د خپل ټیم د د همشي نشړي په خاطر کړيدي هغه قابل ستایش دی او دا نه هیله دوم کړی او د هغه ته تشکر کوم دا نه مزم وایو ډاکټر صاحب عبد الله يم یقینا زوایم چې وایي به لیکن دا مانه دا نلري چې دروستل تشکر آقای منصور دو نقطه مطرحه یو شما اشاره فرمدیدین چې حکومت مبنای حکومت تفاهم نامه است به این ای مبن... ای اساس که حکومت بر مبنای آرای مردم شکل نگرفته برداشت ما اگر اشتباه شما میتونید اصلاح بکنید نکته دومی که <coughs> بلخ بخش از آرای آقای عبدالله بود نه یک آرای کلیدی که شما اشاره فرمودین پاسختان چیست؟ طوری که دوست عزیز ما مدرک کردن به اساس کدوم اختلاف جدی نیست بلکه توضیح دیدگاه هاست در اینجا در این که انتخابات شکل گرفته صورت گرفته مردم رای دادن دو شک و تردیدی وجود نداره بس انتخابات و شکل گیری حکومت بر پای انتخابات از فرق داره معنای است که انتخابات شد اما کمیسیون مدرم انتخابات کسی به عنوان رئیس جمهور و برنده انتخابات که رای پنجا جمع یک بار باشه اعلان نکردن پس رئیس اجازه بده ده افغانستان آقای عزیز شما واقعا امیتور بوده یا نبوده نظر شما بله. چیست اجازه بدید بله. آیا شبری رئیس جمهور پینجا علاوه یک است یا نه, نه. معلوم است دیگه نه رئیس جمهور است اون چیزی که پشتون صاحب گفت به اساس یک مجبوریت ها مصلحت ها و معدودیت ها آن رئیس جمهوری را که ما شده در قانون اساسی داریم و صلاحیت ها برای از او تعلق میگیره او رئیس جمهور است که برنده انتخابات و آرایش پنجا جمع یک باید پس پشن. ما رئیس جمهوری که قانون اساسی افغانستان تعریف کرده در افغانستان او رئیس جمهور نداریم سه سال است بعد این سو میگویم که این انتخابات شد همه برنده انتخابات از سوی کمیسیون اعلان نشد و انتخابات نه به اساس میارای قانون اساسی و قوانین انتخاباتی بلکه بر اساس مسلحت ها در اینجا شکل گرفت ما رئیس جمهور امان گونه که ما نهاد به عنوان ریاست اجرایی مطابق استانداردهای های قانون اساسی نداریم رئیس جمهور با میار قانون اساسی نداریم پس در یک کلمه رئیس جمهور افغانستان بر مبنای قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور نیست نیست یک ریاست اجرایی جایگاهی در قانون اساسی افغانستان نداره بله اجازه بده که من تشریح بکنم بفرمایید شرح دیگه چی است که آن صلاحیت هایی که در قانون اساسی افغانستان به رئیس جمهور ارتباط میگیره رئیس جمهور کنونی دارای و صلاحیت ها نیست صلاحیت های خود رئیس جمهور کنونی ما آن گونه که رئیس اجرایی از تفاهم نامه کابل میگیره که چه کار تو باید بکنی چه کار تو باید بکنی از این جو صلاحیت های خود میگیره پس هر, هر نساسی در حالت تعلیق است بله فصل رئیس جمهور بالا تعلیق است اجازه بدین یک تفسیر کوتاه فصل سوم قانون اساسی افغانستان که دقیق از ماده 60 تا ماده 69 است که در ماده 60 میگه رئیس جمهور افغانستان در رأس هر سی قوه است و ماده 69 قانون اساسی افغانستان که آخرین ماده 60 از بحث محکمه رئیس جمهور مطرح میکنه در موارد که اونجا تذکر رفته بر مبنای قانون اساسی افغانستان به اساس گفته آقای منصور رئیس جمهور افغانستان رئیس جمهور افغانستان نیست یک و صلاحیت هایی که در فصل سه قانون اساسی افغانستان تسجیل شده از او صلاحیت ها رئیس جمهور استفاده نمیکن. صلاحیت های خود آن چیزی که در تفاهم نامه کابل در پایش نهادهای بین المللی امضا کرده و تقسیم صلاحیت شده هم دکتر عبدالله اونجا صلاحیت های خود گرفته و هم رئیس جمهور افغانستان پس مبنای اجراعات حکومت وحدت ملی افغانستان موافقت نامی سیاسی نه قانون اساسی بله پس شما اون روز یک فرمان را تصویب کردین فرمان رئیس جمهور شما چرا مجلسی کار را کرد ببینید در عمود تفاهم نامه کابل این صلاحیت ها به رئیس جمهور که ما در تفاهم نامه کابل او رئیس جمهور خوانده شده این صلاحیت ها در تفاهم نامه کابل آمده خیلی تشکر استاد نظر صدای محمود صاحب تاسو ګوري موږ په داسیو شرایط کې ژوند کوو چې موږ د افغانانستان موجوده سیاسي حالت په نورمال حالت سرنوو تعبیر اولی د افغانانستان حالت استراري حالت دی د افغانېستان حالت یو نو ظهور حالت دی چې مور سابقه ډېر کلر د شپږس کال وروزه 18 دوره د توقف ترلودله د د فاقد حکومت مود ورولودله او هرڅه د صفره شروع کړه په داس یو حالت کې چې څورلس کال یو رجمون پر قدرت ناستو او هغه حاضر نو چې خپل قدرت په اساني سره تسلیم کړي د خپل مرزي په اساس یې په انتخابات کې دون لس وهنه وکړه دون لس وهنه وکړه چې دغه زم دې په وجود راغی زه یقین لرم ایمان لرم چې په ټکنیکی لحاظ د منصور صاحب خبره سيده لکه په بل لحاظ تاسو مونږ نه څه قومناساس په تعلیق کې دی ګوري زه د تعلیق لمل تني څه ولم زه دا وایم چې په یو مملکت کې چې ګوره دا یو حالت راسي استراري حالت راسي چې نه یو رئیس جمهور د کامیابی رای پورې کې نبل په خاطر د لاسوهنی په خاطر د تقلب په اغه داسې تقلب چې بل زو کېده په یواز کې که چې دوی خپل کړی وای بل زو کې چې حالت خراب کړي خپل ځان ته شرایط جوړ کړي پس زویم ملي ګټې ته څه ایجابي ملي ګټې دای ایجابي چې وای در نه حکومت یو ضعیف حکومت او 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 داسې یو حکومت لکه مشت پرغه باس کو هم به تر دی یعنی تاسو داسې وایست کده حکومت نو وای برته مو ژوند انتخابات ته ندیвай د دې به دې چا ورکول د دې برته د انتخاباتو ګرنټي چا کول كوم او درغه وخت به څوک پر وکداس وای او د دې ګرنټي به چا کولای چې بیا بغلاس وانه نکولای نو زه فکر کوم کوم لزوم دی چې په وجود راغی او د ملي وحدت حکومت په وجود راغی زه کم شرایط خراب نه وینم نسبتا حکومت وتصدیق په شروع کې څه خرابید لودل او تصدیق خو په پرسه یلا روان دی دا چې موزه حکم نه منو دا چې موږ اختلاف اختلاف, اختلاف. ور رازم دی روښته تر زه یاساسي خبره کوي حکومت دنا سره تعریفي عواذل تویلکی چی قانون اساسي په تعليق کوي لازم تاسو وګورئ د کرزي سبد یو د قانوني دوري ک نه وي بله صحیح وي کنه دوار دیني خابات برجه کراغلی شيابت په بې پغه دا ورکه دغه حکم چاوم نه دي دا مصلحت وخت متراسه نه دي دا حکم څو داغه کسان چې وس دغه حکم نه مړي مشخصه وخت نه وري مثلا دغه استاد را ته په وکړه باندې دا کرزي خو د مصلحت د مصلحت سره کار واخلي د موضوعینه پروتوکول پاک کټ خوده په دې په ډیجیټل ما امر نه منل کیږي یعنی تاسو ته مو زو تاسو هم خبري است آه. زم خبري هم منصور صاحب هم خبر دي پام دغه مزوت کوم پر دې باستونو په واره واره د کړې صاحب پات کې نه کړي بالکل مخړي ګوري دلته خبره د وسنه ده چې د به قانوني اساس په تعلق کې راغله دي دا په دې معنی نه ده چې دا مسلياتي حکومتي زوامه او وخت چې حکومت قانوني وکړل چې په خپل کړی تشکر اوک منصور اشاره به فرمایند او زما نوم هم میوفتن چې برخی از دوستا احکام و عوامر حکومت نه میپذیرفتن هر یک نقطه فکر میکنم کې در او قابل تبصره است که ما روی تعریف مشروعیت تفاوت دیدگاه داریم فراوان شنیده میشه که یک حکومت مشروع حکومت قانونی است داله که یک تعریف کنه و کلاسیک است حکومت مشروع حکومت است که مردم از او راضی باشه رضایت باشه من یک از بالندگی سیاسی مردم افغانستان میدونم آن گونه که پشتون سر بشاره کرد که کشور ما در یک تقابل آمده بود یا میرفتیم به جنگ خیر یک کاغذ به نام قانون اساسی مشکل ما را حل کرده میتونست قانون اساسی فلسفی است که نظام ما را و زندگی ما را تنظیم بکنه هرگاه مشکلی بود کنار باید منده شود حاصل تفاهم است بقای افغانستان است وحدت افغانستان است ایجاد یک سازمان است نسخه را که برای ما دکتر ما به نام قانون اساسی داده بود به درد ما نخورد ببینید ما آمدیم به اساس یک مسلحت دیگه جاگزین فصل سیام ازی کردیم تفاهم نامه کابل ای برای افغانستان با سیاست مدارای افغانستان یک نقطه مثبت بود که ما را پذیرفتیم اما تمام احکام به اساس ماده 64 قانون اساسی اجازه بدید بعد شما تفاهم نامه کابل رو ببینید صلاحیت این نهادها در تفاهم نامه کابل تشنه شده و در اینجا روش این نقطه را منظور است که رضایتی که به وجود آمد در اینجا این نقطه مثبت و پیشرفت است نه یک عیب خیلی تشکر ممنون میان برنامه کوتاه زود برمیگردیم عطا محمد نور والی بلخ بیش از یک دهه از چهره های سرشناس در عرصه سیاست کشور است و هوادارانش از او با عنوان امپراتور شمال یاد می کنند اما مخالفانش او را به ایجاد حکومت موازی و اقدام های فراقانونی متهم می کنند آقای منصور گفته شده ایت در صلاح سلاودین ربانی وزیر خارجه رفت به مزار شریف یا بلخ تا رایزنی بکنه با آقای نور به چه منظوره استعفا بتن یا همچنان به کار ادامه بتن؟ بالې ماده ترکیب یاد بود ا نشسته اوه صحبتها او مشوراتها بینه منسوبین و اعضای یک حزب ګمر عادی وای بر اول نه بود بلکه په تکراری جلسات صورت میگیر او بحث هاي مشه بحث زره ازي بود کې ما چطور میتونیم اندری ما ورده کې ګویا هنوز تصامیم جانب هرک اعلان نشده و گفته نشده هیچ کدام پیام رسمی ما دریافت نکردیم در این مورد حزب باید نظر مشخص خود داشته باشه در فرجام نتیجه همی بود که ما طرفدار کشمکش و نظم شکنی نیستیم و چکی نیست که ما خود از سازنده های دولت می دانیم و برای دوام و بقای نظام کنونی هم از هیچ تلاش در گذشته دفاع دریغ نکردیم و در آینده هم دریغ نمی کنیم ما جانب دولت به جای زورگویی و قانون شکنی ما دعوت کردیم و پیامی که به جانب دولت دادیم که هیچ مشکلی نمیتونه با قرار بگیره و با تفاهم بر کناری آقای نور دولت شما می اگر ما یک سلسله شروطی را شروط قانونی مثلا و مشروع که اونا آن جانب دولت میفهمه نکته اولی که می فلسفی نشست چی بود که آیا آقای نور استعفا بده نکته اول یا دوام بده به کار خود بحث سر از بود که ما چطور میتونیم که فضای مسالمت آمیز کنونی را دوام بدیم چطور میتونیم که زمینی تقویت دولت و نظام کنونی را که امروز کسی به نام دکتر اشرف غنیز و فردا شاید یک شخص دیگه باشه خود یک گوشش دکتر عبدالله است و فردا و کسی دیگه باشه مم. و این نظام مربوط افغانستان است چطور میتونیم که راهای های تقویتی از ایره دست جو بکنیم من دقیق پاس خداقای منصور با پوزش پیدا نکردم آیا این نشست به این معنا بود که استعفا یا دوام کار؟ هیچ کونه این بحث استعفا و دوام کار مثلا نبود مثلا سرازی بود که شما دوباره اگر صحبت گفتین که نه آقای عبدالله نه آقای غنی میتونه آقای نور برطرف بله دو شکی نیست دو شکی نیست قصد سر عزیز که پس به این فشار فشارهای وارد بود که برطرف شود و شما موضعیتان اعلام کردین که هیچ کس نمیتونه برطرفش کنه ما, ما بار دیگه هم تکرار میکنیم که بدون در نظر داشت توجیهات قانونی هیچ کسی به تکرار میگویم که صلاحیت بر والی بلخ نداره و ما به هر اقدام غیر قانونی مخالف بودیم و مخالف هستیم و موضع جمعیت همی بوده که اگر با چنین فرامین غیر قانونی روبرو شویم ما با او مقابله میکنیم موضع میگیریم ولی خب این موزی... از حکومت گفته که در در جمع اجاز... تقریبا ده والی قرار از برطرف اجازبتن... شود در جمع ده والی یک شب آقای نور است اجازه بدید اجازه بدید که بفرمایید اما حق استعفا برای هر کس در... مثل که در اول گفتم محفوظ است با والی بلخم اگر بخواهد که استعفا بده هر لازم میتونه از حق خود استفاده کنه و برای فعالیت های دیگر انجام بده. <applause> اما ای که ما چی میکنیم؟ تا هنوز جانب حکومت چنین تصمیم را نگفته، ابلاغ نکرده، پاسې کې بل اور بکو نه په موضوعه جمعیت أما منابع میگه می کې در ترکیب 10 والی یا 8 والی کې قرار زراینده نزدیک بر طرف چي یو شاقای نور خاطود <تصف> بر اساس شایعات ما تصمیم نمیگیرم فل تشکر استا سبحان که حکومت دا بهیر پیر کړی چې د لس او پنځو والیانو په چوکاٹ کې یو یا محمد نوري او دوی کابل پنځه لسکا کې چاغه ولادت کې والی دی د کار آیا حقوقي توجه لري کنه نه ندی <تصفحات> 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 زما په شخصي عقيده جنابي اتمامت نور واقعنم یو د شو والانو <سؤال> څو په خپل کار په دوړک شي لکه منصور صاحب چې فرمایله په مزار کې واقعن هغه کارونه او هغه پیشرفتونه او هغه دستوردونه چې دی لري هغه واقعن قابل قدر پټول جهان کې یو عرف او یو اصل موجود دی هغه اصل د دې چې څوک په خپل کار کې شکر وایي شکراکي ش است د داتش ګاراکي او خپل کارو کې په شتاب په عمومي حقه ترفیه پیدا کی هغه په شتاب کوي دا, دا ایوازې په افغانستان کې نه دی کتای چې د دا بابادم انسانو وګوري د نن ورځې پري څه حکومتونه راغلي دي کڅه محلي حکومتونه دي کڅه اسلامي دي کڅه ایزویدی دي کڅه یوګیټني دي کڅه رومن دور ده کڅه سلیبی دور ده په ټول دورې چې د جهان د تاریخ وګوري دا نه دي چې وي چې د حکومت در سلطه لاندې یو سړی چې در هغه حکومت لاندې وي او داغه د حکومت په حاکمیت کې کاروایی کې چاغې دا وې چې زه حکومت معنی سي برطرف کوله دا خبر اصولن صحیح نه ا يا وا خبر صحیح نه مار شکارونه کړیږي شکاروایی میکړيږي سدستا ورته نظرم شخدمت میکړي دي دی؟ د دې لپاره بایډ خپل ډاکټر صاحب عبد الله خپل د جمعیت حزب خپل د دوی ملګري کول باید مرده حکومت سره دا غشتره وکړو چې جناب نور صاحب ډېر خدماتو په پاداش کې باید د وزیر سي باید په بلشو ویلایته ورکړي دا ویلایتي جوړکی راسیبل ویلایټ جوړکا هغه ویلایته دی به جوړک په دغه شکل حکومت برخرد کول به ذاتي خود حکومت په مقابل کې د نور اشخاص دا ود ستاس خبره مشکل چي جوړسوي ذات امام محمد نور پر است او نه است بحث نکوه جالب اداد چې په نور افغانستان کې نور د سړي ارا کینسته اینه ست لالکی وای تاسې اتمامت نور نسېسته کولای فاس پلیاز نه مام څوک نسېسته کولای ګوري خود به خود په حکومت کې بنظمیره خل تشکر مننه دا ای اګه راو... راوی به راویات تبدل شوی به اساس غفتی او قای پښتون کګ ولی دغه هم مګه من خوب کار کړین دا جمله را... جمله را ما باید مسئله نکونې در چوچوب قانون او مقررات م پیشتر عرض کردم تکرار میکنم هر کسی یک مسئولیت داره افغانستان مال پدری کنم شخصی نیست همه داری سهم داره وقتی برکنار میگه دلیل شه بگو ناکام بوده ناتوان بوده امنیت نورده با نه این مستحق پاداش است توی پاداش نمیدیدش مقامش بالا نمیبری خب اگر وزیر باشه و... اگر بیارن وزیر شود در رو مشکل نیست هیچ یک بحث دیگه هم مطرس آقای منصور بدون شک توجیهات اداری و حقوقی باید وجود داشته باشه من با شما موافق هستم در زمینه یک بحث دیگه است که جمعیت اسلامی افغانستان بان که یکی در در پایه های این نظام در پایه گذاری نظام نقش اساسی داره در انتقال قدرت سیاسی برای نخستین رئیس جمهور افغانستان آمد کرزی آقای ربانی به شکل مسلمت آمیز ای هم نایده گرفته نمیشه اما ای هم فراموش نشه که از 16 سال به سو در قدرت هستن سهم برجسته داره یک طرف اپوزیسون هم است مثلا آقای سلاودین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم است اپوزیسون هم است در اطلاف نجات است آقای نور والی بر حال است در اپوزیسون هم است حالا برای مردم افغانستان یک سوال مطرح است که شما حکومت هستین یا مخالف سیاسی حکومت؟ تا جایی که من میفهم سلاودین خان وزیر خارجه است و یک مامور است هیچ وقتی عضو شورای نجات گفتین اطلاف, اطلاف, اطلاف نجات, نجات بله قطع دو تا جایی که من میفهمم آنچه آنچه که مذاکراتی که در ترکیه شده مذاکراتی بوده برای چنین کاری نه این اطلاف شکل گرفته نه رسما اعلان شده نه وجود دارد این جمع دوستانه مذاکرات در حد دوستیش بوده با امو خاطر بارها اعلان کردن که اگر قرار باشه چینی کاری شود در دا داخل افغانستان میشه با مشورت میشه و با حضور هزاران نفر بشه این ایرا با وضاحت گفته میتونم که چنین شورای و ائتلافی وجود نداره وجود نداشته و تاسیس نشده اما اینا موزیگیری هایی داشتن از طریق رسانه ها چی... اشدار هایی داشتن ببینید بحث های شخصی ما به عنوان یک عضو مسئول جمعیت براتون میگیم که ما چیز را, را بنامه به نام اتلاف نجات کوم نهاد رسمي نه مشناستیم استاسپند دوی یو بل سره شغله معقیق جنرال دوستوم عطا محمد نور او شغله وزیر خارجه دوی یو ځای سره کینی موزیګیری کی دا مسائل مترکی اړیکه دا رسمي بننن لري استاسپند زه پتافس سرزوئم تاسو وګورئ په چیرې درو کال خو مختلف اتحادونه تشکیل شوی دی چې ظاهرا د یو نگاه چورتو ګوري زده منصور صاحب خبره تېده ومه چې حقوقي کوم رستي مو کېپ ندی ولې سپت انډیوالي او رفاقت په خاطر په یو ځای کې ارزیانډام کړي دي غیر مستقيمه حکومت د دخپل موجودیت یو نو ترټي اختر وړي کړی چې نه موږ داسې یو یو اتحاد هم کولای چې جوړ کو لیکن په تاسف سره ډیر ژر هغه یابرته تجزیه سويدي یا د منځه تلری دي او یا په مابنکی اختلافات راغلي تاسو وګورئ تصویر زمخ شي په <ممم>. قندهار کې ژوندو جناب اتمامد نور ورې دعوت شوی وو البته قندهار د د خپل کوردي هر سره هر افغان هر زیتلای سي خدای جي د بوز کدار دي بیا خدای راولي بیا راولي لیکن کوم هدف د فارش دی تی نو لاړي پات ډیر خلګو داسه استدلال په قندهار کې کاوه چوګه خپل استاد نه راتلی بهانې دا وغږول چې زو کفتر وغږولم دا رقم شایعاتم په رسوبقدر خود بل بل اندار چورتو غوري د بل زاویې چورتو غوري په ميدان وایکشي د او وایي ترافیکو اجازه ورنکړي چې په قندار کې خطر دی استاد ستا غوري مسؤل نه دی بې اعلان ندي تا چې غوري د خپل 1932 دا خپل یو نو اخطارو چې په قندهار کې ټول هغه کسان چې د اوسني د حکومت خلاف موخپ نيسي د مو د حکومت خلاف حرکت کوي او خپل جناب اتهامت نور چې د خپل د یو رهبری مقام لري په افغانستان کې ډیر کسان په افغانستان کې جناب نور صاحب په ډیر غرک نظر ګوري او د هغه خبري واقع ته رسیدل لري بیا دغه یو حرکت کول د د پرخ شخصیت او د د پر خپل اعتبار باندې زما په یقینمنۍ ته تاثیر کوي تشکر قدر کتون که در په پدیه برخه که لنده دمه دیر جر گزارش های پخش شده از کرایز جمهور غنی و رئیس اجرایه می که آقای نور را از مقام ولایت بلخ برکنار کنند سلام مجدد آقای منصور شما نشست های آقای دوستو وزیر خارجه آقای نور و محقق را خیلی صمیمانه و غیر رسمی در اینجا پنداشین به نحوه گفتین که جایگاه حقوقی یا در واقع امو شخصیت حقوقی خود را این اطلاف تا حالا ثبت راجستر نشده که به وجود بره پس این فشارها بر حکومت به چه معنا آیا حکومت واقعا با روی کردهای تبارگرایانه و تمامیت به بیراهه در حال حرکت است و اینا میخواین که اصلاحگری کنن؟ آسانتر بس این نیست که ما بگوییم که چرا آنها اعتراض میکنند رای سهلی است که بالاخره اینا از متحدین امی حکومت بودن و مقامات بلندی داشتند و دارند چرا دولت مرکزی نتونسته قناعت اینا را فراهم بکنه یکی از مسئولیت های کلان هر زماندار همیست که مشترکین خدا و دوستان خدا و همکاران خدا باید روزی نگه بداره ببینید یک جا یک مشکل داره شاید یکش به قول زر و شده که در کفشش ریگ است مثلا یک تاش با نجوز یک تاش بالاخره این جمع چرا از قندهار شروع میشه به ادامه پیدا میکنه میره در مشرقی میره در خوست در درون پارلمان بالاخره در گوشه و کنار افغانستان و اینا چرا این دامن گستر برداشت شما یک مشکل در همین جا هست من مشکل اصلی چیست؟ من نمیدانم یک چیز میدانم که زمامداران ما اونهایی که مقامات درجه اول هستند در, در قانه ساختن مردم در کار تیمی موفق نبودن یک چیز همیست این آتوانیست کلانترین هست چرا حالا ما بگویم که یک توطئه خارجی بوده چرا ای گفه بزنم قصه در سر ازمی که ما توقع داشتیم و داریم اما دولت تیب. فلسفی وجودی دولت یک کار سازمانی است ما میگم بله, بله. پس حکومت وحدت ملی در امر کار سازمانی ناکام است بله دوستای خودش کسایی که به او کمپاین کردن با اونا معاونش بودن یکیش محونه, یکی از یکیش است دلی چرا از... از دید شما شما در اه... مدیران موفق نبودن متاسفانه نه تنها دکتر اشرفانی دکتر عبدالله این نور سیل نارضایتی را که در گوشه و کنار افغانستان آمده آه. آه؟ خیلی تشکر آقای پشتون آیا واقعا دکتر عبدالله و دکتر غنی که آقای منصور برش اشاره میکنه اینا مدیران ناکام در این کشور هستند و اینا با رفتار سازمانی ه حکومتداری نه میکننه میخورن تک روانه ګمبردارن نه زه ابدن په دې اقید نه یوه غټه ستونزه په افغانستان کې موجوده ده البته د منصور صاحب خبره را دوه منه ما درته په ټکنیکي لحاظ دی سی وي لیکن ستونزه چیرته د ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله کوم انتخاباتي ملګری چوه چې د ماوینو په صفت دی اکرله دوی په اساس د شایستګي ندي ماوینان سی وي ده 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 دی په اساس د د د د لزومجیت او د احتیاج او د موقام در رسیدلی چون د یو ماوین سرمرائی موجود وي د بل ماوین سرمرائی موجود وي لیکن دی بازار کې خوت خپل پذان کې هغه استعداد او لیاقت نادرلودي چې دی, دی وکولای سي په حکومت کې خپل ځان په ډيري او شايسته او په شباي استعداد د دول ارزياندا مو او په بخت سره یو سوال پیدا کی چې ولسم شرغني او ډاکټر عبد الله دوی سه ابزاري استفاده وکړل په ديكي چکر دا خبر مم. زم ته ایدو پدې کې چیکرسته زکه زو bazie دل شي وايي دلته متخصص فناز دلته نسم وايلي شیخ بل د ډاکټر صاحب اشرف غنی په برخه کې او د ډاکټر صاحب عبد الله په برخه کې دوی مطلق مجبور و زکه په داسې حالت کې تاجوري محمود صاحب مخکیم د موظوت اشاره وکړي چې پر حکومت باندې یو نفر نه ستو او په مقابل کې د ونه نفر کاندیدي چې حقه دوره پوره دی او د دوه نفر راځي او هغه نفر کوشش کوي چې دی کامیاب نسی او دا ځکه کامیاب نږي چې تقلب په دغه شکل سره انجامومي چې هغه انتخابات ته چالش سره مواجې سي او انتخابات بدنام سي بل اخره موقته حکومت لا پیدا سي چې حقوق خپل دوره امکداد ورکړي و داسې او حالت کې ته څنګه ډاکټر صاحب اشغونی ملمتې څنګه ډاکټر صاحب عبد الله ملمتې دوی هم مجبور دي دوی د حالت پر سترګو لیدي چې دغه سېو حالت سر مخه مخامخېږي پاس په پا لهازه و داسې او حالت یې رجو وکړل و داسې حالت چې فنا یوړل چې هغه حالت په اور کې دینن سوځي تاسو د دواړو ناکامي منئ دواړه د حکومت د وحدت ملي د حکومت مدیران دواړه مدیران ناکام دي البته دا د دید نشایستګي په خاطر نه دي ناکامه بلکې د مجبوریت پاسه ناکام وسول دوی ا څهار بلنه درلودله زکه دوی په یو وخت کې د دوو ماهو کې نصوجه کېدلای چا هم د مقابل طرف د موقته حکومت مخنیوي وکی د انتخاباتو د ناکامۍ مخنیوي وکی او عام دلته د راي په کمبوتی مبتلا سي ګوري دا حالت د تراڅو کېو ک دوی دا کار نه وای کړی دا کار نه وای اجرا شوی د سلپسل کې مشکل اختاوه او متاسف نه درو وسه پوري د اوربلدي او درو وسه پرم مشکل کې سو تشکر آقای منصور یک بحث کلانه که نزد مردم افغانستان است ایست که ما یک سری تعهدات ملی و بین داریم که مبتنی بر او تعهدات و اولویت های حکومت افغانستان داره باید گام برداره تا ما برای نسل آینده پاسخگو باشیم اما اختلافات شدید در سطح رهبری و مدیریت باعث شده که حوادث رهبری افغانستان جهت بده رهبری افغانستان در واقع دچار ضعف در اقتدار است حوادث را مدیریت کرده نمیتونه حوادث اینا را مدیریت میکنه چطور میشه ما از این مزیقه بیرون شویم و در راستای توسعه واقعی سیاسی اقتصادی اجتماعی گام برداریم در اینجا نکته که قابل گفتن است و میشه رویش یک بار دیگه مکس بکنیم است که ما روی بحث رای و رای یک بازنگری بکنیم کسانی که با در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار به قدرت میرسند تنها در انتخابات برای از اون نیاز ندارند بلکه در طول این مدت برای از اونا نیازمند هستند اگر استفاده ابزاری کسی میکنه رایش میگیره و میخواد با در اعتناع نباکنه، نبکنه نتیجه این میشه که ای به خودش با مخالفات درونی و تیمی و سازمانی رو برو یکی از اختلافات این روز پس بله از آقای دوستم استفاده شد از کنار رانده شد از غلطی بوده که خیال میکده که من فقط به رأیش به یک رو ضرورت دارم دالک که نی در پنج سال دیگه تو ضرورت داری هر دقیقه میتونه رای خودا بگیره و مخالفت بکنه جنرال عبدالرزاق راز قمه طور است حاجی زایر قدیر همه طور است افراد دیگه هم دیگه استاد محقق هم همه طور است امیر اسماعیل خان همه هم طور است استاد سیاف هم همه است این می جا اشتباه در اینجا رخ داده که نباید این کار بکنه این کار باعث این می شده که امروز اون تعهداتی که به جامعه جهانی داده بود اون تحوداتی که مردم افغانستان داده بود دولت باید انجام بده فرصت نمیافه و تمام هم و غمش صرف امیز که چطور دمی بازی های خرد و کوچک ولایتی و و با قانع کردن و مثلا سرکوب کردن رقبای درونی خودشون تمام انرژی امیز اما کارهای کلان هم متاسفانه امیر میگو سوال من میست که این می کارهای کلان فوت شده کل کار دمی جا آمده بنابراین ما سیاست مداران از اول می فهمیدن که آنها به گونه تیم خود انتخاب میکردند که امروز به اون مشکل مواجه نمی بودن یا مشکلشون کمتر می بود آنها به صورت مطلق رایای جانب رای تودهی را گرفتن که صندوقشان بیشتر پر شود اما فکر نکردن که به عنوان کسان مسئول در جهان مدرن که وقتی پیش میرن چطور با اینها کار مشترک انجام بدن این فکر نکردم این بردو تکت میگیرم بردو با آقای عبدالله هم با آقای غنی بردو, بردو میگم مج... حرف ما سر انتقاد به یک کس نیست اردو تیم با مشکل و, و اردو استفاده ابزاری کرده از با... با، با این با،, با،, با کمال بله؟ با کمال تاسف با کمال شخل... شغل پشتون بون څنګه کول شو چې به ته د امانگی ساختاری منستر او د غبزاری استفاده سره خبر ته مونږه یو جهت تزان برابر کو محموذ صاحب تاسو وګورئ د یوې خاصخه د ابزاری لار او یاداغه څخه په استفاده د کانجدانو کمي به کېده د مجبوریت پر اساس یو لزوم دي دي د بلې خاصخه تاسو وګورئ د مشکل زموش په ولس کې دي ولز موږ د ولس یو غټ قوم راولړیږي د خپل رهبر داسې او څوک ټاکي چې کارنامې موروي دی چې د جهان په هیڅ نقطه کې په دا ډول شکل باندې د یو بل مشر په مقابل کې دوه سپک وضعیت کیږي چې پر غو باندې جنسیت رای کیږي <تصفح> مثلا دغه کم په نورو ساحو کې مردا شي ویني یو قوم باید د خپل مشر تابع په ترکیب او تشخیص کې د ټول شهر وسنجي او خپل ځان ته نوې مشر وټاکي و زه نه يم خبر چې دا واقعیا د محبوبیت په خاطر د مشر ټاکل کیږي او کده بیر ټاکل کیږي کله ډبیر پاسا تا کل سوي نو بیا په دې حساب مول ټول ولست ټول می نت مونږ ګروګا نو داسې مې شروله شغل اشرف غني انتخابي ګوري تاسو ګوري اشرف د خپل د لمړی مرسیال پټوګا دا که تاسو په یاد وي وخت چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا غسړې ځانته وټکی یعنی د د په انتخاب کې اچافي سره د اشرف غني رول دا چې نن دوی مې نه مې تا پیال سوال دي متاسف نه دا واقعیت څوک بیانولایم نه سي دا چې دا چا د خاره وستل سو زدا غرشړي نوم نه اې دوم او څنګه پرشر غني و ترپل سو دا موضوع بنيم تاسوم خبري است موزم خبري یقینا رمش منصور صاحب هم خبر دي لیکن دا یو تحملي کارو او حدافم اول و داو زکه هووی په يدله دا ولي ورڅخه چې دغه اختلاف یا دغه ټیکټ درپایه پایدار پای نه پد کیږي او نو فادار پد کیږي هغه سم سواله صرف د ډاکټر صاحب عبد الله پيسا کي او د موقق صاحب پيسا کي زېوه خبره کوم چې د خپل مابین کې وسم هغه نو اختلافات وجود نه لري خپل شخص هم دی مابین لکه په هغه ټیم کې موچو دي خو وي مابین کې اختلافات نسته البته بعضي کارونه په صورت موندلې چې هغه باید موقق صاحب نو وکړي هغه باید خپل ټیم او خپل ټیکټ لاسو تلوي او درパイپري حرکت چې کولی په مشوره کوي دغه کوم حرکت په اخر کې ستاره کړ یا استانبول ته ولاړی یا په جنو ترکی بو کې ځان را څرګر کړ او ظاهرا نه دا چې وانه مت کې چې زه کولی سم دي مملکت یو غټ بحران راولم او هغه و نه کړ زوی چې خلک کې چې زه فکر کوم هغه سیاسي اشتباه و چې د وخت او دا بې دنه وای کړه تشکر متاسفا. تشکر آقای منصور در جنببندی برکناری آقای اټو محمد نور بدون توجيهات چې شما وښتينه برای شما خطه قرمز است خط قرمز یک تعریف بسیار کلان داره که معلوم نیست که چرا میگن در اینجا مالی جمعیت راضی نیست و میتونه که پشنهاد است که از روی تفاهم میتونه این مشکلات حل شوه نه از روی زورگویی و نمایش زور ما برای نشان دادن زور خود ما دشمنای زیادی داریم جبهات دیگه وجود داره و بحث تا آمد نور کدوم تعدید امنیتی در وجود نداره میتونه از طریق تفاهم و مذاکره ای قصا حل و نیاز به این مساله به هیچ رهبر و ضعیم خیرتمندی من نمی بینم که یک جبهه دیگر بکشاید و یک جمع دیگر از خود ناراست بسازد و رای حل برای ای که ما به یک همسویی سیاسی در سطح کلان نظام دست پیدا بکنیم تا منافع کلان کشور و مسائل کلان کشور به شکل جمعی تعریف بکنیم از دید شما چیست دو تا قصه است اول خو نمی منافع کلان باید در یک متن مصوب مثل که در کشورهای دیگه است منافعشون تعریف میشه ما تعریف نداریم هر کسی هر رهبری اومده دل خودش یک چیز میگه منافع ملی بعد از مجاری ملی تعیین شوه و تصویب شوه و او روشن شوه اینطور اگر شخصی ما بگیم اگر پای خود ما میگیم یعنی منافع ملی را گفتن منافع شخصی خود ما میگیم هر کس خودم می از خود میگه منافع ملی از بوی سوی نهادهای ملی باید تعیین شوه نکته دوم که به ادامه بحث یکی از درس های بسیار مهم اگر ما از انتخابات اخیر و از دولت فعلی بگیریم هیس که هیچ فردی والا متفکر پنجم جهانم باشه بتنوهی بدون سازمان و تشکیلات کاری دست شما نمیتونه مردم ما نباید فریب بخوره بعد از سیاسی رو نیرومند بسازیم و ای به صورت گروپی ماونش معلوم باشه گذشتهش معلوم باشه توانش معلوم باشه سلیقش معلوم باشه تمایلات خارجیش معلوم باشه با او یک چی... میم یک بازار هاشفته میم که یارگیری میکنه و پیسه های مشکوک دنیا سرازیر میشه سرانجام شینی تشکر شغل پشتون دوی شرکی که پینزم متفکر امراشی ترگوست سازمانی کارونه که مگ نشکه ولی و اساسی مخو تزان و ورس استاسو پان مگ تنگ کارشیست سازمانی فرهنگ پا افغانستان که پیاده کو او خپل اغه اساسی مخوتزان راسم یو اساسی مشکل چې په 15 کال کې موږ د غسر مواجه یو د غسر مخ یو اغه دادی چې په 15 کال کې زموږ رهبری سیاسي احزاب جوړرنه و زما فکر کوم درغو چې په افغانستان کې احزاب د قومي تشکل څخه د قومي جوړښت څخه او افغان شموله جوړش ته روان وړي درغو افغانستان ته همیشه د رقم ابزاري ملګرتیاو پیدا کیږي ابزاري ری غریب غشتل کیږي او په همدغه شکل به موږ روان یو په تاسف سر زویم چې بیا بینه روس ته اتهامات د هغه رهبری بن ویږي او درغه ځای چې موږ خبرې کوم موږ ځانون خپل ځانون د ډاکټر دا صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله پر ځای فارس کو زه فکر نه کوم چې موږ د دوی له به تر وکم زهکه هغه کمبوتی چې په حکومت کې او په مملکت کې موجود دي متاسفانه هڅ ملک په ځان کې د غسر مواجې نه دی او نو سره مخ مخ دی تاسو وګورئ زموږ احزاب کار جنبش چې برا وخی اغه د ازبکستانمیدګی کوي که د جمعیت د خرابې کتن په جمعیت کې څه پښتون او څه ازبکسته لیکن اکثریت یې بیا هم تاجک دي که افغان ملت راوخي په سل ک سل پښتون دي که مثلا حتی ځیني چفي احزاب مول جز راوخي ټول چپیان دي mm. زه غټ غټم وای چې مرزادي احزاب جوړ کله لیکن آیا احزاب mm. به د ګرد چپیان وي په سياسي په ورساله کې نه دا شوي اصلا نه دا سوي باید دې ته مرتبه جو کو د دې چوکاټ څخه به مزان راوباسو بیا نو موږ د ملي ګټو د ملي منافع تعریب په یو ډیر جامع ډول سره. بیر وخت دني سي دا تبيې دا وخت واړی مګر مشرام باید ته کار وکي. حکومت باید دې ته بودیجه واکي او دې ته اساسي ګروپونو او کمیسنونو جوړسي او دا ډیر اسانه دي. جانا ځان څنګه کیچ موږ نوڅوالې. کور和田. اقهان خالد پښتون او عبدالحفيز منصور مهمانان ته ول مشه بسیار تشکر از حضور و نظریاتان در تهول مشه. تا دیدار دیگر خدای نغهار.